با سلام دوستان عزیز، امروز میخوام در مورد AMS صحبت بکنم، یعنی وبسایت AMS. این یه وبسایت خیلی بزرگی هست، اطلاعات خیلی زیادی میتونین ازش به دست بیارین و برای دو قشری که هم به عنوان آربایت زوخه، یعنی ویزای جستجوی شغلی دارن، و یا کسایی که اقامت تحصیلی میخوان بگیرن، برای هر جفتشون خوب هست و شما میتونین از این اطلاعات استفاده بکنین تا بتونین رزومه خودتون رو بنویسین و همچنین برای نوشتن انشرایبن یا موتیواسیون لتر خیلی خوبه. خب چون این وبسایت بزرگی هستش، من هر دفعه یک قسمتیش رو برای شما توضیح میدم. قبلا ما در مورد ریشتیک بوربن و لبنزلاف صحبت کردیم که گفتیم که فرم کلی لبنزلاف چجوری باشه. حالا داستان این هستش که من اطلاعاتی که تو لبنزلاف لازم دارم رو از کجا وردارم بیارم که اون اطلاعات خوبی باشه و مرتبط با شغل من باشه و اون کارهایی که میکنم رو اونجا منعکس بکنه. ببینید، ما باید یه دونه لبنزلاف استاندارد داشته باشیم، یعنی من یه لبنزلاف کلی داشته باشم، بعد برای هر شغلی بیام یه ذره تغییرش بدم و بفرستمش. خب امروز این قسمت بروز آست اون وایتا بیلدونگ رو نگاه میکنیم. من این رو کلیک میکنم، بعدی که کلیک میکنم ببینید میایم پایین، اطلاعات مختلفی وجود داره. خب ولی من کجا رو میخوام؟ من بروز اینفورماسیون رو میخوام. این رو میزنم، بعد اگه بروز اینفورماسیون رو میزنم، دوباره روی هر کدوم از اینا که کلیک کنین وارد یک قسمت دیگه میشه. من چی رو میخوام؟ دوباره میرم بروز اینفورماسیون، اینو کلیک میکنم. بعد اگه بروز اینفورماسیون اومد، دوباره میرم اینجا زوخنزی بروز اینفو میدم کریر کمپاس، کلیک میکنم و وارد یک وبسایت دیگه میشه که اسمش کریر کمپاس هست و یه وبسایتیه که اطلاعات خیلی زیادی بهتون ارائه میده، ولی من یه سری اطلاعات خاص رو میخوام. خب اینجا بروز اورینتیروم، بروز اینفورماسیون، دوباره من این رو میخوام. این رو هم کدوم قسمتش رو میخوام؟ بروز اینفورماسیون سیستم، اینجا کلیک میکنم. خب وقتی که وارد اینجا شدم، یه دونه در حقیقت قسمت میده که من اینجا زوخن کنم. زوخن، من میخوام که یک رشته ای رو، یک شغلی رو اینجا جستجو بکنم، مثلا ماشینن باو. خب ماشینن با مهندسی چیز هستش، مکانیکه. زوخن میکنم و وقتی که از جستجو کردم، ببینید میگه که الان توی خود AMS، یعنی دقت کنین که این وبسایت مربوط به کاریابی AMS، میگه من 24853 تا شغل دارم براش. بعد گفته که کدوم شغل ها رو میتونم بذارم اینجا. اینجا اومده مثلا گفته که لر آس بیلدونگ، 85 تا لر آس بیلدونگ. خب بعد بروفس پروفیل 55، بروف لیشه کمپتنس 18، AMS بروف 20 و وایتری کلاسیفیکاسیون 25. موضوع هستش که در مورد اینها میخواد بگه. حالا ببینید این رو، بروفس پروفیل مثلا مهندس مکانیک، که توی مهندس مکانیک 570 شغله. خب من این 570 رو میزنم. برای من مشخصاتی که یک ماشینن با انجینیور یا انجینیورین باید داشته باشه رو میگه. حالا این وبسایت رو که نگاه کنید، این وبسایت من یادم رفت بگم، وقتی که اونجا کلیک میکنی وبسایت bis.ams.or.at، یعنی شما میتونید به جای اینکه اون مسیر طولانی که من توضیح دادم که چی جوری بهش رسیدم، خب همین این کوچولو رو بنویسی و مستقیم بیاید برای قسمتی که شغل رو جستجو بکنی. حالا
یه دونه اینجا داره، ببینید اینجا نمیشه دوج دی ای. من اینو که کلیک بکنم میبینید زبان فارسی داره. آMS یه قسمت هایش رو شما میتونی به فارسی سرچ کنی، یه قسمت هایش نمیشه. مثلا این قسمت فارسی داره، من فارسی رو میزنم، فقط میگه که متن از چی با گوگل ترنسلیت ترنسلیت شده. خب میگه که اون کسی که مهندس مثلا مکانیکه فعالیت های اصلیش چیه؟ این فعالیت اصلی، ببینید دوستان، این خوبیش به اینه که شما کلمات تکنیکی که لازمه برای رزومه نویسی داشته باشید از اینجا به دست میارید. فعالیت های اصلی، فرصت های شغلی که مثلا گفته مهندس مکانیک تو کجاها میتونه کار بکنه. بعد الان 507 تا تو خود سایت وبسایت IMS براش ثبت شده. یعنی شما بری مثلا استپستون یا کریر سرچ بکنی، شاید شغل‌های بیشتری پیدا بکنی. خب اینجا مهمه، میگه مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز. خب مثلا شما توی لبنزلافتون یه قسمت به عنوان قسمت مهارت ها دارین که تو اونجا میگی که من چه مهارت هایی دارم. مثلا شما اینجا گفته کار با برنامه ها یا سافت ویرا، اونجا این رو مثلا من کلیک بکنم. خب مثلا اومده این چیزها رو توضیح داده که شما چه مهارت‌های مثلا آربایت میت پلنن تکنیش تایشن، مثلا که رسم تکنیک فنی، که خب هر کدوم از اینا یه سری نرم افزار هم داره دیگه. ببینید اینجا مثلا اینها رو گفته و شما باید از این چیزها کلمات استفاده کنی و توی رزومت بیاری. خب حالا ما باز برمیگردیم. بعد سایر مهارت‌های حرفه‌ای این چی هست؟ مثلا این مهارت‌های دیگه‌ایه که شما میتونی به لبنزلافت استفاده اضافه کنی یا توی آنشغایبنت بیاری. مهارت‌های فنی حرفه‌ای هستش که نگاه میکنید میبینید. حالا ما ببندیمش به خاطر اینکه خیلی زیاده، دوستان خودشون پیدا میکنن. بعد آموزش ها، یعنی آسبیلدوم، وایتا بیلدوم و کوالیفیکاسیونی که باید لازمه، مثلا چی داشته باشی توی رزومت که بهت کمک میکنه. میگه که مثلا بروس میت هره بروف لیشا شول اودا فاخ آسبیلدوم، یعنی شما باید توی وقتی که میخوای به عنوان مهندس مکانیک کار بکنی یا باید شوله دیده باشی که شوله این 5 ساله، یا اینکه فاخ لیشا آسبیلدوم داشته باشی، مثلا یه افهایی رفته باشی یا دانشگاهی رفته باشی. آسبیلدونگاش اومده اینجا گفته که چی هست، یا مثلا هوخشول شتودین رو اومده توضیح داده که شما مثلا دانشگاه گراز، دانشگاه وین، دانشگاه لینز، گفته که اینا رو از اینا میتونی فارغ التحصیل شده باشی. و در مورد ادامه تحصیل اومده توضیح داده. خب اینجا اطلاعاتی که داره میده، مثلا کسی که میخواد مهندسی مکانیک درس بخونه میدونه که پس من مثلا این دانشگاه ها رو داره، یعنی یه بریف کوچیکی از دانشگاه ها بهتون میده. البته من توی یک فیلم دیگه یادتون باشه که ببینید حتما توضیح میدم که کجا اصلا کل دانشگاه ها و سیستم رو پیدا بکنی، که مثلا میخوای شوله بری، کسی که به پس از 14 سالگی میخواد وارد بشه، یا میخوای مثلا از بالای 18 سال شروع بکنی، باز اونجا میتونی شوله بری، یا میتونی بری افها یه چیزی مثل دانشگاه علمی کاربردی یا فنی حرفه‌ای ما میشه. و دانشگاه، ما یه دانشگاه داریم، یه افها داریم که افها تکنیکی تر فنی تره، دانشگاه تئوری تره. بعد ادامه تحصیل یا وایتا بیلدوم، گفتم وایتا بیلدوم رو باز توضیح میدم که ادامه تحصیل نیست، فقط مثلا شما میتونی یه دوره چند ماهه رفتی سر کار، یه دوره 6 ماهه بگذرونی، یه ساله بگذرونی که این موارد مثلا اتوکد و اینجور چیزا رو یاد بگیری.
و گواهینامه ها و مدارک و آشنایی با زبان آلمانی نگاه بکنید. مثلا A1 A2 B1 گفته که خوب نیست، این قسمتی که پررنگ کرده B2 و C1 خوب هستش که داشته باشین. و اطلاعات بیشتر شغل رو که گفته که مثلا وقتی که شما مهندس مکانیک هستین، شروع درآمدتون از 2210، دقت کنین شروع درآمدتونه، ولی بعدن که چیز پیدا بکنید، مهارت پیدا بکنید، درآمدتون بیشتر میشه. و در نهایت در مورد زلبشتندیک گفته که آیا میتونی زلبشتندیک کار کنی یا نه، و محیط کارتون رو توضیح داده، تخصصهای دوباره فنی حرفه‌ای، مشاغل مربوطه رو اومده گفته، و اون کدی که حالا مثلا گفته که این کدها، اگه این کدها رو سرچ بکنی، فکر میکنم این کدها کدهای جهانی هستن که میتونین به دست بیارین و اطلاعات بیشتر. خب بعد مثلا اینجا سوالات متداوله که اگه سوالات متداول رو بزنید، همون سوالای عمومی که درآمدش چقدره، چند جای خالی برای مهندسی مکانیک وجود داره، همونایی که اونجا چقدر باید آلمانی صحبت کنه، چقدر باید کار بکنه. پس دوستان این وبسایت رو ببینید، من این رو این قسمتش رو میام کامل پاک میکنم. خب اینو که بزنید مستقیم وارد وبسایت میشید و اون شغل رو جستجو میکنید که طبق اون شغل هم متوجه میشین که چه دانشگاه‌هایی وجود داره، یعنی یه خلاصه خیلی مفید، همین که چه کلماتی رو باید توی رزومه‌تون بذارید. این همینطور که توضیح دادم، هم برای کسی که دنبال شغل هست و هم کسی که میخواد به عنوان اقامت تحصیلی اقدام بکنه، یک اطلاعات بسیار خوبی میده. به جای اینکه مدام سرچ کنی، ترنسلیت کنی، گوگل ترنسلیت استفاده بکنی، از همینجا کلماتت رو برمیداری. دوستان اگه ویدیوی ما رو پسندیدین، یعنی ویدیوی من رو پسندیدین، حتما لایک کنین و به هم بگین که چقدر به کارتون اومده. ویدیوی بعدی که میذارم این هستش که بریم یک قسمت بعدی که تو اونجا در مورد دانشگاه و اینا هست که چجوری من دانشگاه ها رو پیدا بکنم و یا چجوری وایتا بیلدونگ ها رو پیدا بکنم صحبت میکنیم، که باز هم اون به درد کسایی میخوره که میخوان جستجوی شغلی وارد بشن و هم برای کسایی که میخوان ویزای تحصیلی بگیرن.